روز یک شنبه رئیس دولت اصلاحات هم از وحدت ملی گفت و از مردم ایران به دلیل شرایط کشور عذرخواهی کرد. محمد خاتمی 15 راهکار برای برون رفت از وضعیت فعلی ایران ارائه داد. از جمله شنیدن صدای مردم و پاسخگویی دولت، آزادی تمام زندانیان سیاسی، اعلام عفو عمومی و برداشتن حصر. بعضی سران حکومت از آشتی ملی میگویند، اما معترضان در خیابان را اغتشاشگر میدانند. صداهایی که ظاهرا جوابش سرکوب است. اینجا خرمشهر، معترضان آب میخواهند. جنگ در خیابان راه میافتد. معترضان از وضعیت اقتصادیشان شکایت دارند و حکومت میگوید با حمایت آمریکا و اسرائیل آشوب به پا کردند. این نگاه حکومت به معترضان بسیاری را روانه زندان کرده. بسیاری به وضعیت زندانیان معترضند و ابراز نگرانی می کنند. از دیماه تا کنون از سرنوشت بسیاری از معترضان زندانی خبری نیست. در این میان خیلی ها مانند فعالان محیط زیست هم که معترض نبودند در زندانند. عالم و آدم از جمله دولت می گویند آزادشان کنید، ولی همچنان در زندانند. شاید سخن از آشتی ملی در شرایطی که فاصله حکومت و مردم روز به روز بیشتر می شود و برخی از معترضان خواهان سرنگونی نظامند، باید از مرحله حرف و وعده به عمل تبدیل شود تا حکومت بتواند در وضعیت آرامتری بحران پیش رو را پشت سر گذارد. مریم افشنگ، بی بی سی. در یافته‌های تازه دانشمندان هشدار داده شده که اگر مصرف نفت و گاز و زغالسنگ، یعنی صنایع سوخت فسیلی، توسعه پیدا کنه، زمین به زودی از آستانه خطرناکی عبور می‌کنه که در اون سیستم‌های طبیعی که حافظ محیط زیست هستن خودشون به تهدیدی برای بشریت بدل میشن. سیاوش اردلان از جزئیات این گزارش میگه. هر موج دریا، هر درختی در جنگل، هر قطعه خاک بر زمین کمک کردند تا از بشر در برابر خطر گرمتر شدن کره زمین محافظت کنند. زمین و آب و درخت‌ها و یخ‌ها هر سال میلیاردها تن کربن را در خود ذخیره می‌کنند. تا دیوکسید کربنی که بشر با مصرف سوخت‌های فسیلی وارد زمین می‌کند، حرارت آن را در حد غیر قابل تحمل بالا نبرد. اما دانشمندان حالا می‌گویند این سیستم‌های طبیعی که دوست بشر محسوب می‌شدند، می‌روند تا به دشمن بشریت بدل شوند. تا به جای ذخیره کربن مقادیر عظیمی از آن را در جو زمین رها کنند. وقتی ما به خاطر مصرف سوخت‌های فسیلی متوسط حرارت زمین را از 2 درجه سانتیگراد از زمان انقلاب صنعتی بالاتر ببریم، یخ‌های قطبی که مثل یخچال یا کولر طبیعت عمل می‌کنند، حالا خود عامل بالا بردن حرارت زمین می‌شوند. تا کنون حرارت زمین نسبت به دورانی که سوخت فسیلی مصرف نمی‌شد 1.5 درجه بیشتر شده. اما تحقیقات جدید دانشمندان نشان می‌دهد مثلا آتش‌سوزی‌های جنگلی در این فصل گرمای بی‌سابقه باعث رها شدن مقدار زیادی کربن به هوا می‌شود که خود در بالا بردن حرارت زمین مزید بر علت است. وقتی سیستم‌های طبیعی بر اثر گرما کربن بیشتری وارد جو زمین کنند، یک رشته واکنش‌های زنجیره‌ای ایجاد می‌شود که گرما را تصاعدی بالا می‌برد. این یعنی سیستم‌های طبیعت بر هم خورده. رخ دادن خشکسالی در یک نقطه، بالا رفتن سطح آب در نقطه دیگر و گرمای کشنده بسیاری از نقاط کره زمین آن نقاط را غیر قابل سکونت می کند. ادامه مصرف سوخت‌های فسیلی برای رسیدن به رشد اقتصادی و تامین انرژی به زودی حرارت زمین را از آستانه 2 درجه سانتیگراد عبور می دهد. و اینجاست که دانشمندان گفتند کره زمین وارد مرحله غیر قابل بازگشت می شود. مرحله‌ای که حتی دیوکسید کربن بیشتری هم وارد هوا نشود، باز گرمای شدید و عواقب آن تا صدها سال آینده گریبان بشر را می‌گیرد. وضعیتی که دانشمندان از آن به عنوان گلخانه داغ زمین یاد می‌کنند. گلخانه داغی که یک نشانه آن خشکسالی مزمن در ایران است و عواقبش. وزیر کشور ایران هفته پیش چنین گفت:
بر اساس آماری که دستم رسیده و امیدوارم درست نباشد، مهاجرت‌های وسیعی به مرکز و شمال ایران از مناطقی که با خشکسالی درگیرند در حال شکل‌گیری است و اگر چنین روندی ادامه پیدا کند، 5 سال دیگر چهره ایران از همه نظر تغییر خواهد کرد و کشور در 10 سال آینده با فاجعه‌ای بزرگ روبرو می‌شود. ایران یکی از کشورهایی است که در خط مقدم آسیب دیدن از تغییرات اقلیمی است، هرچند بحران‌های سیاسی و تحریم وضعیت را وخیم‌تر کرده. خبر خوب آن است که هنوز اندکی فرصت باقی است تا جلوی عبور از آستانه 2 درجه افزایش حرارت متوسط زمین گرفته شود، آنطور که 3 سال پیش در توافق پاریس بر سر آن موافقت شد. اما لازمه این کار یک انقلاب بزرگ در رابطه بشر با زمین است. دنیا باید جنگل‌های فراوان ایجاد کند تا درختان بتوانند کربن اضافه در هوا را جذب کنند و تکنولوژی‌هایی را به وجود آورد که دیوکسید کربن را از هوا بمکد. و البته کاهش شدید مصرف نفت و زغال سنگ. دانشمندان میگویند با یک پیشبینی واقع بینانه متوسط حرارت زمین تا پایان این قرن بین 3 الی 4 درجه سانتیگراد بیشتر از حد امروز به ثبات میرسد. آنگونه که دانشمندان در این تحقیقات میگویند، بشر باید از تخریبگر طبیعت به پاسدار زمین تغییر نقش دهد. سیاوش اردلان، BBC. کاوه مدنی، کارشناس آب و محیط زیست از تورنتو کانادا همراه ماست. آقای مدنی، تصویری که در گزارش دانشمندا ارائه شده یه جورای آخرالزمانی هست، بسیار ترسناک. نگرانی اصلی اونها چیه؟ تعدادی از محققین اروپایی و آمریکایی در واقع اومدن یک سوالی رو مطرح کردن. این کاری که انجام دادن نتیجه یک فرایند مدل سازی یا اثبات یک تئوری نظریه نبوده، یک سوالی رو مطرح کردن و اون اینه که ما میدونیم که زمین یک ظرفیت پشتیبانی داره، یعنی طبیعت یک ظرفیت پشتیبانی داره تا یک حدی میتواند آزار و اذیت‌های ما رو تحمل بکنه، اما اگر از این حد بگذره چه اتفاقی میافتد؟ این سواله. فرض بکنیم اون جگر و کلیه در بدن چه کار میکنه؟ شما یه مقداری میتونید سموم واردش بکنید و اونا تحمل بکنن، اما اگر از یه حدی این بیشتر بشه، همون جگر و کلیه هم میتواند شما به مرگ شما منجر بشه و کمک کنن به فرایند مرگ شما. حالا تو طبیعت هم همین اتفاق میتواند بیفتد، یعنی آنچه که تا حالا کربن رو از ما میگرفته و کمک میکرده که کربن در دنیا تنظیم بشه، حالا خودش میتونه کربن رو منتشر بکنه، ما از این وضعیت پایدار وارد یک وضعیت پایداری بشیم که 4-5 درجه از دوران در واقع انقلاب صنعتی گرمتره و در اون شرایط ما صحبتش بالا آمدن جدی سطح دریا میکنیم، گرمای جدی، گرم شدن جاهای گرم زمین، بارش های کمتر در جاهای خشک و پدیده های حدی نظیر سیل و طوفان و آنچه که امروز حتی داریم میبینیم این روزها در سراسر دنیا. و خب این وضعیت خطرناکی است. در واقع هدفشون این بوده که بگن که همون 2 درجه ای که ما صحبتش رو میکردیم 2-3 سال گذشته در توافق پاریس و بحث بود بین دانشمندا که سر 1.5 درجه یا 2 درجه توافق بکنیم، همون 2 درجه هم میتواند به مراتب خطرناک باشه و ما باید کاری بکنیم. نکته جالب اینه که همیشه وقتی از این پیش بینی ها حرف زدیم، شد یا همون 2% و 1.5 درصدی که حرفشو میزنید، این تصور وجود داشت که ما زمان داریم تا به اونجا برسیم. این گزارش یک جوری نگرانی ایجاد میکنه که ما فرصت کمتر داریم. آیا این درسته؟ فرصت کمتر از این لحاظ داریم که در واقع به خودمون بیایم. یعنی فرایند کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای فرایند یک شبه نیست. مثلا کشور ما نمیتونه فردا تصمیم بگیره که میخواد مثلا از 1 ماه بعد یه دفعه انتشار گازهای گلخانه‌ایش رو 10% 20% کاهش بده. یک فرایندیه که به اقتصاد وابسته است، برنامه‌ریزی میخواد و یک فرایند درازمدته. اگر ما همش فکر بکنیم که خب تا آخر قرن، تا اواسط قرن وقت داریم، این اتفاق میفته که یک در واقع عملیات ویژه‌ای رو در این زمینه انجام ندیم. این پدیده ایست که الان داره اتفاق میفته که سیاستمداران در خیلی از جاهای دنیا از جمله ایالات متحده بحث تغییر اقلیم رو جدی نمیگیرن و براش برنامه‌ریزی نمیکنن. این اتفاقاتی هم که این روزه داریم میبینیم، آتش سوزی در اروپا، در یونان، در سوئد، در کالیفرنیا، سیل جدی در
در ژاپن و جاهای مختلف دنیا داره ما رو بیشتر نگران میکنه، که برخی میگوین که این اتفاقات در واقع محصول تغییر اقلیم هست. اگر این پدیده ها فرضاً دمای بالایی که در انگلستان هم شما شاهدش بودید، اگر در گذشته احتمال وقوعش 1 در 1000 بوده، امروز شده 1 در 10، و این به شدت یعنی 100 برابر احتمال این رخدادها افزایش پیدا کرده، و همه دارن میگن که تغییر اقلیم رو جدی بگیریم. یعنی این بحث ها رو که ما همش میگیم که شواهد و قرائن و شک داریم که آیا تغییر اقلیم اتفاق خواهد افتاد یا نه، صحبت از اینی که هرچند ممکنه نتونیم توافق کنیم که چقدرش تا حالا اتفاق افتاده، ولی حتما اتفاق خواهد افتاد و باید جدی بگیریم. نمیشه این بحث و حرف زد راجع به ایران حرف نزد، به ویژه که امروز آقای کلانتری هم از این گفتش که وضع آب خیلی بده. با این تصویر که این گزارش میده در مورد ایران چه میشه گفت؟ تصویر ایران خب خیلی متناقض با اون تصویری که پشت سر من هست. متاسفانه وضعیت ایران بدتر و بدتر میشه، در واقع یک بویسالی انسان ساخت به همراه آنچه که در واقع پیش بینی میشه که اثرات تغییر اقلیم روی ایران باشه، وضعیت رو بدتر و بدتر میکنه. ما به مراتب در واقع آنچه که اثرات انسانی تو وضعیت الان ایران به مراتب جدیتر از تغییرات اقلیمی یا نوسانات اقلیمی یا کاهش بارش و افزایش دما بوده، اما آینده میتواند بسیار متفاوت باشه. جنوب ایران مستعد افزایش دما و شرایط در واقع رطوبت هست و شرایط بدتر و بدتر خواهد شد. کاهش بارش ها میتواند وضعیت رو بدتر کنه، تبدیل برف به باران هم میتواند وضعیت رو بدتر کنه. یعنی که کشور ما نمیتواند رو اقتصادی که وابسته است به کشاورزی از لحاظ در واقع تامین مشاغل حساب کند. بخش انرژیش دچار مشکل خواهد شد، به خاطر اینکه نیاز به انرژی میره بالا، سرد کننده ها در واقع نیاز به سرد کننده ها میره بالا، بنابراین حتی نیروگاه‌های اتمی میتواند دچار مشکل شوند، و ما نیاز به در واقع سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی های نو داریم، نیاز به سرمایه گذاری در زمینه سازگاری با تغییر اقلیم داریم، و اون مواردی که متاسفانه جدی گرفته نشده، کما اینکه برخی در ایران حتی بحث توافق پاریس رو یک توطئه میدونن و اصرار دارن که این توافق نباید اتفاق بیفته و توطئه‌ای در کار است. ممنونم از فرصتی که ما دادید. کاوه مدنی، کارشناس محیط زیست، همراه ما.